وقت بخیر. تجمع اینجا علتش چیه در جلو خان؟ علتش اینه که ما همه کاسبیم اینجا. بله. همه مستاجریم. عرض به خدمت شما برسانم. داریم این لقمه نان حلال میخوریم توی وضعیت کرونا. خب. 5 ماه ما خدا شاهد درآمد نداریم. بله. شهرداری بدون هیچ هماهنگی، بدون هیچ نامه، بدون هیچ اعلامیه. اخطاری حتی. آمده چادر و تابلو و مثل چپولگر همه نسبت برده. کی آمده برده آقا؟ آقا من یکونی میشه. دوونی میشه. ما اینجا حاضر شدیم ببینیم چه خبر شده. فکر کردیم دزد اومده. دیدیم این همه مغازه دار اینجا وایسادن، شهرداری هم آقا بالا داره همه رو میکنه و باشه وضعیت میبره. آقا سوال سرد معبر کردی شاید. نه. آقا چهار آقا 4 صبح ما آمدیم اینجا. آقا واقعا به من بده. 16 نفر آخه سلامه 16 نفر با تکلیف شما زدن اینا با گرس جمع شد کسان آقا اگه آقا من صبحی حالم خراب بود رفتم بیمارستان همه چیز نشست ببینم آقا این شهر مسئول نداره واقعا میخوام بدم آقا واسه نداره 16 نفر من و شما درگیر کارهای جدی آقا چند نفره بگیرم من آقا من خودم بودم و هیچ کی اینجا نبوده 16 نفر اینجا بودن شما نمای نوازه ها رو بگیریم ببینیم چه صد معبری میتونه انجام بده تو بازار زیبایی من پشت بگیریم خوشگله مثل چی میشه شما بگیر وسیله ببین الان این سایبان نگاه کن یه لحظه بگیر اونجا بله پشت ویتین منه بگیر ببین آفتاب داره قشنگ های آرمانده همه هم پشت بی افتادن یعنی ما را دو ساعت دیگه آفتاب میزنه با یا روزنامه بچسبانیم یا خودم هم واسه اینجوری داره مغازه که آفتاب بنداز. بله چند نفر از دوستان درگیر شدن امروز من با مدیر صبح که اومدیم آقای آرمانده کلا به شما میگم چرا کار نمی کنم میگه دستوره یا شفای یا کتبی باید به ما بگه. اختیاری نداره. الان زیبایی شهر این الان زیبایی شهر ریخته به هم یا تابلوهای ما. تابلو هم باز کردن. فوش و فوشکاری هم به ما. مسئولین محترم دوباره مسئله آسیب پناهی تکرار نکنید. مردم گرسنن، مردم نان ندارن آقا میکنن. دیشب آقا من اینجا بودم، خودم تنها بودم اگه این نفر آقا یه چیزی میگرد اصلا اینجا سوگانه من چه میشد آقا؟ ببخشی ما یه سوال دارم از این مسئولان شهرداری آیا بردن تابلو یا وسیله یه احتیاج به 200 نفر گردن کلفت قلچباق بالو باس مشکی داره؟ ها؟ بخوام بازر دیوار داره؟ نظامی هستی من از این چیزا کردن سرشان سر باقام مشکی اینو مامورای آمدن داشیه بگیرن اینجا خودشان را پوشاندن عوارض میخوان مالیات میخوان همه چی رو میخوان ببین پیشکسوت و پیرمرد این منطقه چه میگه هر مشکلی ما داری تذکر بده اختیار بده درد یه هفته در رو شما این مشکل دارین این خلاف دارین اگر رفع این خلاف نکردیم ایشان اقدام آید آقا کدام مغازه شما همینجا شما هم تابلو تو رو بردن بله بله الان تابلو آیه تابلو پایینه یه نظر بیا نگاش جان آقا چرید مغازه ما بردن بیگرم ها باید چه بکنیم تابلو چه یه نکته مهم اگر راست میگن این دارو فروش های متخلفه چرا جمع نمکنن آقای شهردار آقای استاندار شما فکری با حال مردم بکنین این میشه چپاول فقط آقای آرمده ما توی وضعیت هر یک گوشی با توجه به همه گرانی 3.5-4 میلیون تومانه هر مغازه داری 10 تا گوشی داشته باشه 200 میلیون تومان اونجا گوشی داره تمام گوشی های ما آفتاب داده همه کج و کله شده شاسی خود شما جای مشتری میای بخری اینجور گوشی رو چه کار کنم جلوشو بنر بزنم مشتری کجا بفهمه من سبزی فروشم یا موبایل فروشم درست چادر رو بردن الان باید از گرما